توهین و تهدید عبدالسلام حنفی معاون سوم رئیس الوزرای طالبان توسط خلیفه سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان. هموطنان گرامی، درود بر شما. منابع از داخل طالبان به نقل از رزاق مامون گزارش می دهد. عبدالسلام حنفی معاون سوم رئیس الوزرای طالبان در 10 اکتبر سال 2021 به خاطر مذاکرات طالبان و ازبکستان وارد شهر ترمز شده بود. در این مذاکرات مقامات ازبکستانی از طالبان که در رأسشان سلام حنفی بوده خواستند که طالبان 17 تن از افراد بلندپایه جنبش اسلامی ازبکستان را به خاطر حسن نیت با ازبکستان تحویل ازبکستان نمایند، که در میان این 17 تن 2 تن از رهبران جنبش اسلامی به نامهای بیبی مکرمه و حکمت یولداشوف است که هر دوی آنها پسران طاهر یولداش بنیانگذار جنبش اسلامی ازبکستان هستند، که بعداً عبدالسلام حنفی از روی حس حساسیتی وعده داد که بله این افراد را بر شما تحویل می دهیم. مقامات ازبک هم به خاطر این وعده عبدالسلام حنفی گفته بودند که ما بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را به دستور کار خود قرار می دهیم. در حالی که جنبش اسلامی ازبکستان یکی از متحدان اصلی طالبان، القاعده و شبکه حقانی می باشد. عبدالسلام حنفی بعد از سفرش به ترمز وقتی دوباره به کابل برمیگردد، در یک جلسه به خاطر نتیجه سفرش به رهبری طالبان که سراج الدین حقانی و ملا یعقوب هم حضور داشتند گزارش می‌دهد که مقامات ازبکستانی در بدل تحویلی 17 تن از اعضای ارشد جنبش اسلامی ازبکستان حکومت امارت اسلامی را به رسمیت می‌شناسند. من موافقه کردم. در میان سخن گفتن سلام حنفی، خلیفه سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان بسیار بتندی و زشت سخنهای سلام حنفی را قطع می کند و می گوید بد کردی، ما هیچ وقت یک همسنگر خود را که سالها همراه ما جنگ کرده است به دشمن تسلیم نمی کنیم. کی به تو این صلاحیت و این وعده را داده بود؟ بناهن بعد از این مسئله ناتمام موند که بعداً رهبری طالبان مرحله حذف طالبان ازبک را در دست گرفت. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان خوش. الله نگهدارتان.